چطور مشتری رو قانع کنیم که از ما خرید کنه؟ با همدیگه امروز بررسی میکنیم. دوستان خوبم، سه مورد روانشناسی هست که امروز با همدیگه بررسی میکنیم در رابطه با تصمیم گیری مشتری برای خرید. اولین مورد قدرت جبران، یعنی شما اگه کار و احساس خوبی مشتری بدین، اون حتما در صدد جبران در میاد. اگر مثلا مناسبتی رو تبلیغ بگین، اگر به اصطلاح حالا هدایای تبلیغاتی بفرستین، حتما مشتری در صدد جبران و خرید از شما برمیاد. این پس این مورد اول. تعهد سازگاری، یعنی مشتری تعهد پیدا میکنه که از شما خرید کنه. حالا چه جور تعهد پیدا میکنه؟ با آموزش‌های شما، با راهنمایی‌های شما، با تماس‌های مکرر شما. و سازگاری یعنی چی؟ مشتری سعی می‌کنه خودش رو با چیزهای مثبت سازگار کنه. یعنی چی؟ اگر شما بگید محصول شما رو بهترین برندها خریداری میکنه، یا مثلا اگه محصول گلخونه دارین بگین گلخونه دارای برتر از این محصول استفاده میکنن، یا مثلا اگر برای صنایع دیگه ای دارین بگین اون صنایع برتر از این استفاده میکنن. مشتری خودش رو سازگار میخواد کنه با اون صنعت و از شما خرید میکنه. سوم مورد اینه که رفتار و گفتار دیگران تأثیر بسزایی روی مشتری داره. پس حتما سعی کنین توی اینستاگرام، توی شبکه‌های مجازی و توی سایتتون و توی حتی بیزینس و کسب کارتون از تجربه مشتریان و گفتار دیگران توی اون کسب کار استفاده کنین. اگر از اکسپلور ما رو میبینین، از این قسمت ما رو فالو کنین. اگه دوست داشتین لایک کنین و فکر میکنین اگر این پست برای کسی ارزشمنده و نیاز داره به این، اینو حتما شیر کنین از این قسمت و سیو کنین که در آینده بتونین استفاده کنین. متشکرم. ممنون.